به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون جهانی آریانا نیوز و برنامه ورزش در خدمت شما ایزان هستم. امید که امروز هم مثل همیشه با ما همراه باشین تا اخیر برنامه ورزش. برنامه امروز آغاز میکنیم با یک گزارش: خداحافظی ورزش افغانستان از جنوب آسیا و انتقال به مرکز قاره کهن. اولین نشست رئیسان المپیک کشورهای مرکز آسیا باعث شد تا افغانستان از جنوب آسیا به زون مرکز انتقال یابد. ورزش کشورمان که مدت هاست با چالش های روبرو است، از این پس در مرکز آسیا و با کشورهای قدرتمند قزاقستان، ازبکستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در رشته‌های مختلف ورزشی به رقابت خواهد پرداخت. در این نشست که هفته گذشته در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد، رئیسان المپیک هفت کشور عضو برای برگزاری کمپ های تمرینی، برگزاری مسابقات ورزشی و استفاده از علوم ورزشی یکدیگر با هم توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه امضا کردند. هرچند برای افغانستان شاید مشکلات را ایجاد بکنه که ما نتانیم صاحب مدال های بلندترین مانند گذشته باشیم، ولی توانمندی های ما بیشتر میشه، قوت و ارتقای سطح ورزشی جوانان ما رشد می‌یابه. محمد ظاهر اقبر رئیس کمیته المپیک بین المللی افغانستان همچنین از صدور کارت های المپیک برزیل سخن گفت. آن چیزی که مربوط به المپیک افغانستان بود که باید ما کارت های تمام ورزشکارهایی که در این رویداد هزدید ما و هزدید ترینرها و هزدید فدریشن های مربوطشان که باید در این رویداد های اشتراک میکردن، آن چیزی که وظیفه المپیک افغانستان بود ما تمام کارتهای شبه دست آوردیم، یعنی کسانی را که معرفی کردن در این رابطه کار ما ختم است. من امیدوار هستم که آله کار فدریشن ها آغاز میشه و آرزومند هستم که اداره تربیت بدنی افغانستان و هزینه ای که در المپیا به مصرف میرسه که پول مردم افغانستان است باید در اختیار المپیک افغانستان قرار بدن تا ورزشکارا با روی حارم بتانن به کار خود ادامه بدن. محمد ظاهر اقبر در حال این گفته ها را به میان آورد که چندی پیش مسئولین ریاست تربیت بدنی و ورزش موضع خیش را در خصوص کمیته المپیک تحت رهبری وی اعلام کرده بودند. و اینکه کافا تصمیم به برگزاری اولین مسابقات مرکز آسیا گرفت. روز جمعه کنگره فوق‌العاده فدراسیون فوتبال مرکز آسیا در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان 6 کشور عضو برگزار شده بود، سید علیرضا آقازاده دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان به نمایندگی از کشور حضور داشت. بنابر تصمیم کنگره برگزار شده، مسابقات 19 سال در بخش مردان و مسابقات 18 سال در بخش بانوان در نیمه دوم سال 2016 برگزار می شود. این اولین اقدام فدراسیون فوتبال مرکز آسیا در جهت برگزاری مسابقات است و این امیدواری را به وجود آورده که در آینده مسابقات قهرمانی میان تیم‌های ملی این کشورها نیز تنظیم شود. اما موضوع ورزشی امروز ما اختصاص دارد به رشته کوراش. چند پیش تیم ملی سامبو و کامبت سامبوی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا اشتراک کرده بودند که با کسب 5 مدال برنز از این رقابت‌ها به افغانستان بازگشتند. و این منظور آقای محمد اشرف تقدیر معاون فنی فدراسیون کوراش افغانستان را با خودمان در برنامه داریم و در خصوص جزئیات این رقابت‌ها با ایشان بحث و گفتگو می‌کنیم. آقای تقدیر، شما را خوش آمدید می‌گیم به برنامه. از همین جام شروع کنیم. این جام چی است و به چی مناسبت به افغانستان در این رقابت‌ها اهدا شده؟ تشکر. من به نوبه خود سلام و احترام خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و همچنان بینندگان خوب تلویزیونی آریانا نیوز تقدیم می‌کنیم با امیدی از اینکه روز خوبی را سپری کرده باشد. جامی که شما می‌بینین مسابقات سامبو، که سامبو خودش در دو بخش است، سپورت سامبو و کامبت سامبو، مسابقات هستند که در عده جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در بخش اوناس و زوکور در کشور ترکمنستان شهر اشقابات از 25 الی 30 می دایر گردیده بود. خوشبختانه تیمی از افغانستان، تقریبا تیم 13 نفری که دو نفر ترینر و یک نفر هم رئیسی هیئت که شخص رئیس فدراسیون جناب احسان نیرو بود و 10 نفر پلیر از مرکز و ولایات در این مسابقات در دو بخش عمومی که یعنی سامبو و کامبت سامبو که باز بخش جوانان و بزرگسالان هم داشتند
اشتراک کردن. خوشبختانه تیم ما با آمادگی هایی که داشتن مدت دو ماه قبل با همکاری کمیته عمومی تربیت بدنی و سپورت تحت ترینری استاد یمای سمک قبلا این تیم آمادگی گرفته بود و آمادگی مسابقات، یعنی به اصطلاح قرنطین شده بود و آمادگی خاص برای مسابقات داشتن. بعد از سفر زمینی که ما از بندر آقینه رفتیم و بالاخره شب وزن کشی که شب رسیدیم صبح وزن کشی بود، تیم افغانستان هم در رده 18 کشور دیگه که جمعا 22 کشور دعوت شده بود و 18 کشور حضور به هم رسانده بودن که از جمله تیم افغانستان هم اونجا حضور به هم رساندن. بسیار خب، چطور بود بر صورت به این سفرتون کم طولانی نشد، زمینی شد اول، بعد شما درست شب وزن کشی رسیدین، کل بازیکن‌ها خود هیئت تیم همه مانده و زله، چرا این سفر هوایی نشد؟ چه مشکلی بوده؟ آیا هزینه‌ها پرداخت نشد از سوی ریاست تربیت بدنی و دولت؟ مصارف سفر کمیته عمومی تربیت بدنی و سپورت پرداخت کرده بود، به خاطر که سفر یکم اقتصادی تر بیه، ما به خاطر سفر از راه زمینی شده بودن. سخت تمام نشد برای تیم؟ خب برسات زمینی و اون راه نزدیک ندیگه، اون نزدیک به 1000 کیلومتر پیمودن تا که رسیدن به مقصد تقریبا. ولی باز هم پلیرهای ما شب وزن کشی، یعنی شبی که رسیدیم بر فرداشون وزن کشی بود، باز هم خوب بودن، بد نبودن به اندازه‌ای که باید خسته یا مانده میشدن، باز هم نشده بودن، خوب بودن. کشورهای حاضر در رقابت ها چطور بود؟ آمادگی هایشان با چند ورزشکار آمده بودن در رقابت ها و حضور افغانستان در مقابل کشورها چگونه بود؟ کشورها ما مقایسه نمیتونیم خود با کشورهای همسایه ما یا کشورهایی که در مسابقات آسیایی شرکت کرده بودن. کشورهای تقریبا به سطح بالا از نگاه اقتصاد، از نگاه کار، از نگاه امکانات، از نگاه تجهیزات، از همه چیز بالاتر بودن. و گپ مهم دیگه که کشور ایران تنها 40 نفر پلیر یا ورزشکار آورده بودن، اما تو هر مملکت دیگه چون مسابقات در سیر در جوانان، بزرگسالان و نوجوانان بودن، بازی در دو بخش اوناس و ذکور بودن، باز عمومی در دو بخش در سامبو و کامبت سامبو بودن. ما چطور؟ ما 13 نفر ما در جوانان که بدبختانه 13 نفر نی بلکه 10 نفر بودن ده. از ما چون 3 نفر، 2 نفر ترینر بودن و 1 نفر هم هیئت بودن، 10 نفر پلیر ما در دو بخش که سامبو و کامبت سامبو و در جوانان و بزرگسالان شرکت کرده بودن. ما نتونستیم نسبت مشکلات اقتصادی تمام تیم های خود، یعنی تیم بزرگسالان ما تیمی که 11 نفر هست باید باشه، تیم جوانان ما که حاضر قیاس 11 نفر است، تیم نوجوانان ما که حاضر قیاس 11 نفر است، که جمعا اگه ما مکمل تیم می بردیم 33 نفر ما باید در بخش کامبت می رفتن و 33 نفر هم باید در بخش سامبو سپورت سامبو می رفتن، کامبت سامبو سپورت سامبو، که جمعا 66 نفر باید می رفتیم بدون بخش طبقی اوناس. اما مشکلات اقتصادی که کمیته ملی تربیت بدنی داشتن یا المپیک داشتن، نتونستیم که ما تمام تیم ها را اشتراک بدیم، به خاطر به نمایندگی از هر تیم، یعنی تیم جوانان، تیم بزرگسالان، 3 نفر و 4 نفر انتخاب شد قبلا توسط هیئت فنی فدراسیون کره سامبو افغانستان انتخاب شد و این مدت 2 ماه آمادگی گرفتن برای مسابقات، قرنطینه شدن. بعد از این با مصارف کمیته عمومی تربیت بدنی دو مسابقات رسیدن. اگر تعداد زیادتر میشد آقای تقدیر، به نظر شما مدال های ما هم بیشتر از 5 مدال برنز میشد؟ کاملا کاملا مسابقات سطح بسیار بالایی داشتن. اما اگر ما در هر رده مثلا نوجوانان و جوانان و بزرگسالان اگر ما پلیر می داشتیم، بازیکن می داشتیم و بخش اوناس اگر ما بازیکن می داشتیم، طبعا دستاورد ما بالاتر از 5 مدال می شدن. چقدر تقاضا کرده بودین از تربیت بدنی که ما اینقدر ورزشکار می خوایم به این مسابقات ببریم که اونا 13 نفرش فقط منظور کردن 10 نفر بازیکن و 3 نفر هم هیئت؟ تقاضا خود طبعا ما 3 تیم ساخته بودیم که باید 3 تیم ما اشتراک می کرد، ولی مشکلاتی که کمیته عمومی تربیت بدنی داشتن
نتونستن حمایت کنن یا سپورت کنن. یعنی تیمی که بود باز هم تشکر میکنیم که اگر ما در این مسابقات شرکت نمیکردیم، از رویدادی که در آینده مسابقات نزدیک داریم در کوریا، مسابقات نزدیک دیگه ساحلی داریم، تایوان، مسابقات بعدی داریم در بلغاریا، از رویدادهای بعدی ما پسمان میشدیم یا محروم میشدیم. گپ خوبی دیگه که شما هم قبلا یادآوری کردین در بخش سامبو و هم فدراسیون آسیای میانه انتخاب شد که جلسه کنگرس بود، که در جلسه کنگرس جناب احسان نیرو رئیس فدراسیون کورش سامبوی افغانستان شرکت کرده بود به نمایندگی از افغانستان، و در اونجا رئیس سامبوی آسیای میانه انتخاب شدن. و سر فعالیت های بعدی که باید فدراسیون رشته سامبو یا فدراسیون سامبوی آسیای میانه چه فعالیت های در آینده باید داشته باشه که سر جنتریش گپ زده شد، مسابقاتی که بعدن بود سر ازی نظرخواهی شد، و در پالوش یک کورس حکمیت یا نفریگیری که نفری باید تربیه شد و از تمام کشورها آسیای میانه کسایی که عضویت فدراسیون سامبو یا آسیای میانه را داره سر کورس نفریگیری و سر سایر مسائل که تقریبا جلسه به مدت 4 ساعت دوام داشتن در این جلسه شرکت کردیم. و دستاورد خوب جلسه ما که یک عضویت آسیای میانه را با افتتاحش یا با آغازش ما دریافت کردیم، در پالوش از پلان های بعدیشان که کورسی ریفریگیری هستن، سمینار های هستند و مسابقات بعدی هستند که در ردای مختلفه و ناس و ذکر جوانان و نوجوانان یا تفاهم کردن و آمادگی گرفتن که در سال پیش رو یا در آینده های نزدیک سر ازی باید جربه شد. بسیار خب، و این جام رو نگفتین که این جام به چی مونده؟ این جام بخاطر که 18 مملکت در این مسابقات شرکت کرده بودم و تنها 8 مملکت تانستن که رده اول و دوسی را از آن خود بسازن یا مدال بگیرن، اقلا دیگه از مدال گرفتن محروم شدن. خوشبختانه افغانستان هم تیم افغانستان، البته از شخص نیست، به تیم افغانستان است که تیم افغانستان تانیست که نمی افتخار کمایی کنه و از طرف فدراسیون آسیای میانه این تحفه یا جام یا چی بر تیم افغانستان داده شد. نسبت به دوره گذشته رقابت ها که افغانستان حضور پیدا کرده بود، آیا ما عقبگرد داشتیم یا نه پیشتر آمدیم؟ آیا در دوره گذشته ما مدال نقره و طلا داشتیم یا نه اولین بار است که افغانستان تانسته 5 مدال برونز بگیره؟ خوشبختانه امسال ما نسبت به سالهای قبل تقریبا پسمان شده، به خاطر که تعداد شرکت کننده ما یا مبارزین ما یا پلیرهای ما کمتر بودن. مسابقاتی که 2 سال قبل در تاشکند برگزار شده بودند، خوشبختانه افغانستان مدال های طلا و نقره و برنز داشتن که جایگاه سوم در سطح امی 18 کشور از آن خود ساخته بودند. مسابقاتی که سالانه در کشورهای مختلف که در ژاپن برگزار شد، در کوریا پارسال مسابقات برگزار شد که 2 پیلیر از افغانستان شرکت کرد که خوشبختانه یک مدال از عین مسابقات آسیایی، ولی او در بخش سامبو بود و تنها در بخش جوانان بود که افغانستان 2 پیلیر داشتند. یعنی از تمام رویدادهایی که در سطح آسیا و بین المللی و جهانی برگزار میشه، خوشبختانه افغانستان دارای دستاوردهای خوب بودن. امسال ما از دستاورد خود تقریبا ناراض هستیم، به خاطر از اینکه اگر ما پلیرهای زیادتر و ورزشکارهای زیادتر در این مسابقات شرکت میکردن، چرا با زیادتر شرکت میکرد؟ به خاطر از اینکه همسایه ما نزدیک ما بود و در اینجا مصارف ما کمتر میشه نسبت به مملکت های دیگه مثل کوریا. ما یک ماه بعد مسابقات در کوریا داریم، شاید ما تیم را اشتراک بتونیم یا نتونیم، اگر بتونیم شاید به حدود 4-5 نفره باشه، چون مصارفشان گزافتر زیادتر هستن. یا مملکت های دیگر مثل بلغاریا و دیگه که ما رویدادهای آینده در پیش رو داریم که افغانستان باید جزی از او باشه و به مسابقات شرکت کنه. ما از این مسابقات هیئت رهبری فدراسیون سامبوی افغانستان از این ناراض به این هستن که ما نتونستیم مبارزین زیادتر در اشتراک بتیم که اینجا چند فایده داشتیم. برای اینکه ما دستاورد به افغانستان داشتیم،
پلیر های ما که در رده مختلف جوانان و جوانان و بزرگسالان هستند یا تجارب پیشتر کسب تجارب میکرد. ما هیچ سری فعلا سری مدال حساب نمیکنیم. مثلا جوانان ما کمتر اشتراک میکنن، نوجوانان ما کمتر اشتراک میکنن. تیم ملی ما یا تیم بزرگسالان ما اکثریت در مسابقات منطقوی یا از طرف فدراسیون بین المللی که دعوت میشه اکثریت تیم ملی ما اشتراک میکنن. پس به وضعیت که مسئله عدم توجه کامل به تیم کره سامبوک به این مسابقات رفتین که باید شد تعداد بسیار کم ورزشکار ببرین، این میتونه حتی در مسابقات بعدی هم به شما ضربه بزنه و شما بتونین اصلا تیم نتونین ببرین، یا اینکه اگه ببرین بسیار به تعداد کم. ما زیادتر مشکلی که از ایجاد فدراسیون تا به فعلا داریم اکثریت رویدادهای ورزشی مسابقات در سطح آسیا، جنوب آسیا و مسابقات بین المللی جهانی که دایر میشه، متاسفانه افغانستان تا فعلا هیچ نتونسته که تیم مکمل شرکت کنه. آیا خودتان در خود فدراسیون اقدام نکردین به خاطر جذب یک اسپانسر که بر صورت در کنار کمک که ریاست تربیت بدنی میکنه شما بتونین که یک حمایتگر را پشت سر خود داشته باشین که دیگه اونقدر تکیه بر ریاست تربیت بدنی نکنین وقتی که میبینین اونا این گونه به تعداد بسیار کم میتونن ورزشکار شما را حمایت کنن؟ تصادف مسابقاتی که دعوت میشه افغانستان، رسیدن دعوتنامه یا چی در وقت بسیار کم میباشه. مثلا فعلا ما با کوریا دعوت شدیم، یعنی مسابقاتی هستن کمتر از یک ماه مانده. اینال در این مدت یک ماه پیدا کردن اسپانسر، قبول کردن از او، انتخاب کردن تیم، قرنطین کردن تیم، آماده کردن پلیرها از مرکز و ولایات، چون یک مدت وقتی یا میخواهی که از ولایات گفتیم که در این مسابقات ما از بغلان و از قندوز یا پلیرها شرکت کرده بودن، این مشکلات هستن و همزمان که یک دو سه جای مراجعه شده پیدا نشده یا قبول نکردن. اما دوستای تجار ما یا سرمایه دارای چرا قبول نمی کنن؟ آیا برمیگرده به ای که اونا به ورزش ارزش نمی دن؟ یعنی هنوز ورزش کره سامبو رو نشناختن؟ خب ارتباط میگیره به شخص خود مردم، دوستای پولدار ما یا تجار ما یا پیسه دار ما که و چی اندیشه داره و چی، یا حتما ما نتانستیم واره متقاعد بسازیم که سامبو یک ورزش جهانی هست یا بین المللی هستن که و سابقه زیادتر در افغانستان داره که از خصوصا سمت شمال ما، سمت جنوب ما همی رشته یا همی ورزش قبلا سالهای بسیار قبل تا به امروز مروج هستن و هم تا فعلا به شکل غیر رسمی در اکثریت ولایات و ولسوالی های در دست ما همی با شکل عنعنوی یا سنتیشون دوام داره. ای که فعلا در چوکات یک فدراسیون آمده و چوکات بنویده که فدراسیون بلومی بالاتر از 153 کشور عضو دارن و این بازی عملا رواج شده. خب میشه نارسانی های ما داشته باشیم، حیات فدراسیون میشه ما متقاعد نساخته باشیم، دوستان تجار ما یا معرفی درست نکده باشیم مسابقات رشته سامبو و کورشه. ما آرزومند هستیم که در آینده ها مسابقات که فعلا با کوریا داریم، هنوز ما وقت داریم، یک متعدد مسابقاتی که در بلغاریا داریم و مسابقات دیگه که در تایوان داریم که مسابقات ساحلی سامبو هستن، اگر دوستای ما، دوستای تجار ما، دوستای دیگه ما چی از ارگان های دولتی و غیر دولتی و شخصیت های ملی و یا باشن، اگر فدراسیون خود و ارزش کارهای خود حمایت کنه، انشالله دستاورد افغانستان یا دستاورد های یا نواختن سرودی ملی ما یا بلند شدن بیرق سه رنگ خوش رنگ ما انشالله زیادتر و تکرار خواهد شده. انشالله. تشکر بسیار زیاد آقای تقدیر از حضورتان، معاون فنی فدراسیون کورش افغانستان با ما در برنامه بودن و در خصوص جزئیات مسابقات قهرمانی آسیا که هفته گذشته در ترکمنستان برگزار شد با ما جزئیات دادن. ما می‌خواستیم فریدون، یکی از مدال‌آوران این رقابت‌ها، را با خودمون در برنامه داشته باشیم که ایشان به دلایل نامعلوم متأسفانه به برنامه نرسیدن. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای تمامی شما عزیزان. تا این دم سپاس که با ما همراه بودین در برنامه ورزش. تا دیدار دوباره شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداوند نگهدارتون.